برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، سلام بر شما. آرزو می‌برم که صحت و سلامت باشین. در یکی دیگر از برنامه های یک قدم خدمت قرار داریم که این برنامه هم در کابل زیبا است و در این قدم هایی که در کابل داشتیم، دوستان و عزیزان خیلی برازنده ای را از عرصه های مختلف در برنامه یک قدم با خود داشتیم که ای بار هم یکی از نخبه های افغانستان، زنی را که چند بوده از فعالیت های چشمگیر بوده و امی که شما چهره شو تماشا میکنین، مطمئن هستم که با یادها و خاطره هایی که در عرصه های مختلف کاری، هم از کارهای مطبوعاتی و فرهنگی و همچنان در عرصه سیاست افغانستان کارهای ارزنده داشتن، شما در خاطراتتان کارهایشان یک بار دیگر تداعی میشه. در برنامه یک قدم آمدنشان خوش آمدید میگیم. خانم لیلی مای احمدی، به برنامه ما خوش آمدید. بسیار تشکر. سلام خدمت شما و خدمت بسیار عزیزان خوبم و دوستان گرانقدر. بسیار خوشحال هستم که با شما هستم. لطف کردین با برنامه بسیار زیبایتان. لیلا جان، خان بریم که از خودمانی شروع کنیم. بله، ما شما یک گذشته بسیار خوب و پرخاطری از کارهای در خانواده مطبوعات افغانستان داریم. کاملا همه امی لحظه که شما رو میبینن با یاد اخبار ساعت 8 تلویزیون ملی میرن. ببینیم که لیلا مای احمدی از زبان خودش برای ما بگوین که کی هستن و چی هستن. بسیار تشکر فریبای نازنین، لطف کردین. شما یکی از خانم ها و یا دختر خانم های افغان که در خدمت مردم و برای پیشرفت کشور و برای بخصوص برای پیشرفت زنای افغان همیشه خیالات در ذهن داشتم و تا اکنون هم دارم که باید در آنچه که دلم میخواه، آنچه که ذهن ما میخواه، آنچه که جهان امروز میخواه، زنای افغان و کشور افغانستان و خصوص تمام مردم افغانستان به ارزوهای خود برسه که ما بتانیم که در این قدم ها همگام باشیم و همکار باشیم با مردم خود. بسیار عالی. گفتیم که کی هستیم. فریبایناز، ما لیلا مای احمدی تخلص میکنم. البته که مدت بسیار طولانی را در عرصه مطبوعات تجربه کردم. بعد از فراغت از مکتب که خوشبختانه اولین دختر خانم هایی بودیم در افغانستان که ما از یک انستیتوت مسلکی رادیو و تلویزیون فارغ شدیم. 12 دختر خانم بودیم. بعد از فراغت عاجل به طرف رادیو تلویزیون ملی معرفی شدیم و به کارهای مطبوعاتی آغاز کردیم. همزمان با این که کار تکنیک آغاز کردم، با کار گویندگی پرداختم، کار خبرنگاری، بالاخره دایرکتر، تکنیک دایرکتر و برنامه ساز، پردوسر و در عرصه مدیریتی همچنان کارهای را انجام دادم که میشه بگویم بسیار جالب خواهد بود که بر شما و بر دوستای عزیزم که 29 سال متواتر در یک کار کردم. بله. بعد از 29 سال خوشبختانه که و عنوان نماینده مطبوعات افغانستان از خانمایی که در عرصه مطبوعات کار میکردن راه پیدا کردم در پارلمان افغانستان در مجلس سنا به حیث نماینده مردم در اونجا هم 9 سال ایفای وظیفه کردم. که ما به عنوان کسایی که از دور شما را تماشا کردیم یا مثلا با شما مدتی را همکار نزدیک بودم، موفقیت هایی که در عرصه ها داشتین کاملا تایید میکنم. واقعا که خوب درخشیدین در هر عرصه ای که کار کردین. کارهایی که در خانواده مطبوعات داشتین فوق العاده چشمگیر بوده و مردم دوست داشته، شما را دوست داشتن، کارهایتان را دوست داشتن، حلقه‌مندانتان به نهایت زیاد بوده که از او جمله من هم هستم. کسایی بودن که شما را برشان باز کردین به با عنوان الگو، به عنوان کسایی که از شما آموختن و امروزه مطبوعات افغانستان اگر شاید ای همه دخترها هستن باید به نوع ممنون باشن، چون شما
با سپری کردن عالمی از مشکلات و مشقات راه را برای دیگران باز کردین و امروز اونو میتونن که در فضای میدیای افغانستان، مطبوعات افغانستان کار بکنن، بدرخشن و این کار ساده نبوده. هر دستاورد از دست دادنهایی هم داره. طبعا. بیایم از لیلمای احمدی پرسان بکنیم. آیا آسان بود لیلمای احمدی شدن؟ واقعا که کار دشوار بوده، کار ساده نبوده. بسیار تشکر از لطفی که شما داشتین، از واژه هایی که پیام گذاشتین برای ما خطاب کردین، لطف و مهربانیتون است. و من سپاسگزار هستم از مردم بسیار عزیز افغانستان، از هموطنان بسیار خوبم، چه جوانان هستن چه نوجوانان هستن، حتی نسل های بسیار بزرگتر و که در جمع کهن سالام یعنی اینو از همشون من ممنون سپاسگزار به این هستم که این واقعا مردم افغانستان شخصیت ها را دوست دارن، خانم ها را دوست دارن و کارکردانشون را دوست دارن، احترام میگذارن، تشویق میکنن، ترغیب میکنن که تا بتونه همه به طرف پیشرفت حرکت بکنن. من مدیون و سپاسگزارشون هستم. باور به خداوند بکنید که من هر قدمی که در هر گوشه و کنار کشورم گذاشتیم، چه در کابل بودیم، چه در نقاط مختلف افغانستان در ولایت بودیم، چه خارج از افغانستان اگر ما رفتیم، با هر یک از هموطنانی که مقابل شدیم، همونطور بلافاصله به نام لیلمای احمدی بر ما احترام گذاشتن و خیلی مهربانی کردن و از گذشته ها و از کارکردهای ما یاد کردن که قابل تقدیر بوده کارایشان و ما را بیشتر تشویق ساخته به این مسئله. البته همینطور گفتیم که شده رسیدن به یک درجه یا به یک شهرت در یک اجتماع قابل پذیرفتن و پذیرش مردم کار ساده نبوده. باز در کشور چون افغانستان با مشکلات فراوانی که ما روبرو هستیم، فرهنگایی که حاکم از در کشور افغانستان از لحاظ سنتی بودن و یا میتونه که موانی بر سر راه به خصوص دختر خانم ها واقع شود. اما ما مدیون سپاسگزار در نخست خانواده ایم هستم، از پدرم، از مادرم، از خواهرها و برادرهایم که در این زمینه مرا کمک و همکاری کردند. طبعا با ناملایمات هم روبرو میشیم در زمانی که بخواهیم که برای یک کار پیشرفت کنیم، قدم بگذاریم و خدمتگزار باشیم. طبعا در هر زمینه موافقان و مخالفان وجود می داشته باشه که شما دختر خانم هستین و حق از این ندارین که پایتان بیشتر از گلیمتون دراز بکنین یا مثلا به عرصه های کلان مملکتی دست بزنین و باز به خصوص در سی مطبوعات صدای مردم باشین و در پارلمان افغانستان. این کارها بسیار کارهای خیلی خوب هم است و خیلی هم دشوار است. دشواری های خودم داره. اما با همه این ناملایمات، با همه این دشواری ها مبارزه کردن هم کار آسانی نبوده. دقیقه. و مردم از خود ساختن، مردم رضا ساختن و یا راضی بودن از خود، به خاطر از اینکه نشان بدیم که ما واقعا کسایی هستیم که میخواییم که کار بکنیم، میخوایم که الگو باشیم برای همه افغانستان و یا کسایی را میخوایم تشویق کنیم که با ما باشن، بتونن نسل‌های بعدی را اونا راهنما باشن، راهنمود باشن و این زمینه شوه که برای پیشرفت کشور، برای پیشرفت آینده افغانستان و نسل‌های جوان افغانستان. طبعا ما در این زمینه سالای طولانی که سفری کردیم، البته با روزگارهای سیاسی و تاریخی مختلف هم مقابل شدیم، تجربه کردیم. تلخترین تجربه ما دوری طالبان است. در دوری طالبان که ما با تلویزیون ملی افغانستان به عنوان گوینده و برنامه ساز ایفای وظیفه میکردیم که طالبا داخل کابل شدن و آمدن. شما باور بکنید که شاید بسیار جالب باشه که با یک چشم زدن تمام وضعیت افغانستان تغییر کرد. دقیقا. بله. با یک بارگی تغییر کرد.
فرداش بود که باید با چادری بیرون میشتیم، مثلا اوا اجازه بیرون شدن نداشتیم با چادری و هم با شلاق هم راشدن و روبرو شدن. حتما سوالات محرم داری و نداری و همیش خاطرات بسیار تلخ است که از دوری طالبان همه ما تجربه کردیم. جالبی است که زمانی که طالبان آمدن مشکل اولین چلاق یا قبچین طالبان را ما تجربه کردم. وقتی که به طرف بیرون از منزل بر آمدم چادری بسارم بود، ممکن است یکم چادری کوتاه‌تر بود یا شاید پتلونم کمی بالاتر بود که بنده پای مالو میشته چطور با قبچین طالبان ناخودآگاه مقابل شدم و به خوبی این بود که کمان موی بسارم بود بس چادری سرش و کمان موی ضربی قبچین طالبان برداشت به خاطر که وقتی که چادری پس کردم که کمان چند تو تشنه بود شکسته بود و سرم هم اوگار شده بود کمی صدمه دید. این یک تجربه شد و زمانی که با مادرم که زن خداوند مغفرتش بکنه زن سرسفید بودن، اما مشکل چشم دیدشان بود، چشمایشان عینک میپوشتن و عینک هم خیلی نمری عینکایش بلند بود که نمیتونست که چیز چادر یا چادری را برای خود کشف بکنه. چادر نماز کلان بر سر داشت و عینکایش به چشمش. ما بعد افغانان کابل که با مادر میخواستیم سوار یکی از بسهای شهری شویم که یک بار متوجه شدم که از دور بخش نهی عن المنکر پیدا شد و مادر ما با می قمچینی که به دست داشت خواست که بزنه که ما مانعی شدم. اینجا امرایشون سرصدا کردیم و خال مخال شد و مردم دیگه هم می ترسیدن. خب بالاخره مجبور شدیم. این دردایی است که هرگز فراموش نمیشه. دقیقاً شاید برای لحظه زخم ایناش خوب شوه و گذر کنه، ولی زخمی را که در روح و روان انسان وارد کرده را شاید هیچ وقت فراموش ترمیم نشه. این گپ ها بود که سبب شد که خیلی تخت تمام شد برای ما. خب مثل از این گپ های بسیار بزرگ تردگی بود که حتی سنگسار زنا را ما شما دیدیم، محکمه های صحرایی را شاهد بودیم در کابل در نقاط مختلف افغانستان. و فردای او روز فراموش نمی کنم که طالبا که زمانی که کابل را تسخیب کردن دکتر نجیب الله را به دار آویدن و او بدترین خاطراتی بود که فراموش نمیشه، که هیچ گاهی فراموش نمیشه. و این موضوع سبب شد زمانی که سقوط طالبا شد اولین کسایی بودیم که چادری را دوباره دور کردیم. دقیقاً بعد تلویزیون رفتیم، به رادیو رفتیم، صدا بلند کردیم، بعد تلویزیون ظاهر شدیم تا زنا و مردم افغانستان حداقل یک کم چیز شوند، دوباره روحیه پیدا بکنن، جرأت بکنن، بتونن به کارهای خود برگردن. و یاد دارم که تا چندین سال بعدی از رفتن یا سقوط او رژیم سیاه خانم ها جرأت ایره خودشان نداشتن که چادری رو پس کنن از سر خود به حد سر روحیشان تاثیر. و مطمئنن که شما هم به می باور هستین که هیچ زن افغان دیگه دوست نداره که دوباره به امو تاریکی به هیچ صورت برده شود. تلخترین روزها را تجربه کردیم و دوباره روحیه دادن برای مردم هم کار ساده نبوده، زمان گیر بود. ما شما می دانیم که خراب ساختن یک جای و خصوص در جنگ ها یک کشور خراب ساختن بسیار زود میشه، همه چیز خراب بسازی، ولی دوباره آباد کردن و پس دوباره احیا ساختن و روان مردم آرام ساختن و پس دوباره و روان عادی برگرداندن زمان بسیار طولانی را میخواید. البته در این فرصت ها با تهدیدهای هم روبرو میشیم که بدون شک نه تنها خودم، خانوادیم و همین ما و شما و همین خاطرات باقی مانده که برای ما حداقل که در دوران کاری خود تانستیم که با این مبارزات بسیار واقعی و شفاف و حقیقی خود حداقل پیش خدای خود شرمسار نباشیم که برای وطن خود، برای هموطنان خود، برای دستیافتن برای ترقی و تعالی کشور گام گذاشتیم. کارهایی هم کردین که مؤثر بوده. واقعا درد همه ما و شما زنای افغان مشترک است. همه ما این چیزهایی که شما قصه کردین
یک بار دیگه در ذهن ما تداعی شد، تصویری شد، حتی چیزایی که در گذشته همه ما شما را تجربه کردیم. ولی خوشبختانه امی مبارزهای سختی که قبلا ما یاد کردم که با دست آورد و با از دست دادن ها بود، اثرات مثبت را در زندگی زنان در افغانستان رونما کرد و این دستاورد است برای ما و شما، برای همه زنانی که پیشگام بودن این هست و مطمئنن که تاریخ در افغانستان این را هیچ وقت فراموش نخواهد کرد. بیایم سر از این که کار در خانواده مطبوعات طبعاً با عالم از خاطرات تلخ و شیرین است. بله. شیرین ترین خاطره را از اون دوران میشه برای ما قصه بکنین؟ مطمئن ما خود من حیث یک کارمند کوچک از خانواده مطبوعات، هر لحظه کار مطبوعاتی بر ما خاطره برانگیز است و بعضی از خاطرات قسمی است که حق میشه در زندگی. بین شما هم چه یک قصه تونه با بیننده های برنامه یک قدم شریک بکنین؟ زمانی که ما به تلویزیون ملی کار آغاز کردم خیلی جوان بودم، در حدود 18 سال داشتم که رسما کار شروع کردم. شما باور میکنید فضای رادیو و تلویزیون ملی را گاه در خیالات خود که میارم برای ما بسیار بسیار جالب است. تلویزیون ملی با یک فضای بسیار زیبا و قشنگ، فضای سرسبز بیرون از محوطه رادیو و تلویزیون ملی، دفاتر بسیار پاک و ستره و منظم، همکارای بسیار نازنین و فرهنگی های بسیار چیره دست کشور در این عرصه کار میکردن و فضا به گونه صمیمانه بود که اصلا تفاوت بین همکارا و خانواده وجود ندارد. دقیقاً. خواهر برادر و همکار همگی با هم یکسان پیش میرفتیم. وقت کار آغاز میشد 8 صبح آزادی بود، 4 دیگر ختم کار بود، اما چون تلویزیون ملی یک تلویزیون بود، رادیو تلویزیون 7 شب اضافه کاری میشد، کارمندان میبودن به طور عموم اضافه کاری میبودن که 7 شب رخصتی بود، باز اضافه تر از اون 9 شب بود، باز بالاخره تایم دیگه اضافه تر میشد. زمانی که 4 بجه کار رسمی ختم میشد به طرف اضافه کاری میرفتیم، تایمای کار مشخص بود که هر کس برنامه و کارهای خود پیش برده میرفت. باز در فضای بیرون از دفترها در محوطه رادیو تلویزیون ملی یک فضای بسیار صمیمانه و خیلی قشنگ حاکم بود که تلویزیون همی اسکرینای تلویزیون به نقاط مختلف از محوطه تلویزیون نصب بود و حتی لودسپیکرهای رادیو که صدای رادیو را میشنیم، تلویزیون هم همزمان تعقیب میکردیم. در اونجا همکارا کانتین بود و غذای متنوعی را می گرفتن و با خود می آوردن صرف می کردن. صحبت های صمیمانه و شیرین و سبز و صحبت های شیرین و صمیمانه خیلی خیلی قشنگ بود. اما فضا در اونجا واسه گذشته از او پارک وزیرک برخان بله. چون در همسایگی ما بود بله. و از محوطه بیرون که میشنیم برای قدم زدن در پارک وزیرک برخان تمامش کارمندای رادیو تلویزیون ملی با هم قدم می زدن و شور نخود بود و فضای صمیمانه دیگه بله بله. برای تفریح هر کدام به نوبت از اونجا استفاده میکردن. خداوند مغفرت بکنه زهره را گذرت، من صدایش خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتنی بود. ساحلا از بری که حالا ساحلا حسرت نظیمی هستن و به این شکل نبیل جان همایون که یکی از دوستای بسیار نزدیکم بود، هنرمندای بسیار نازنین ظاهر و ویدا، استاد ناشناس و اینا، هر کدامشون برنامه های مختلف را داشتن ثبت میکردن و استاد مهوش بود و نغمه، همه یک فضای بسیار صمیمانه را داشتن. باز نبی پاکتین یکی از گوینده های بسیار موفق بود، عمر دراز نصیبشان بکنه و برنامه وطن که پیش می بردن. ما برنامه را ثبت می کردم، گاهی هم در این برنامه هم سریم می کردم. باز در اینجا خاطراتی که به ذهن من می شست بسیار دوست داشتم، متنای بسیار زیبا و مقبول استاد ناشناس هم بودن در اینجا، در این برنامه ظاهر و ویدا بودن، خداوند مغفرتشان بکنه، هر کدام طرح‌های بسیار کوتاه نوشته می کردن. باز ثبت می شد صدای نبی پاکتین، یک صدای بسیار مقبول بود که شنونده را به خود جذب می کرد، اونا بودن و خودم هم می خواندم بعض متنا را همراهشان. یک وقتی که خطاب می کردیم که هموطنان دور از میهن اینجا
کابل است، افغانستان، صدای ما را از کابل افغانستان میشنوید. شما باور بکنید به اندازه پیام‌ها برای ما میامد، تلفن میامد، صدا میامد و یه هموطنهای عزیز ما که مهاجر شده بودن، دور از وطن بودن، عشق می‌ورزیدن، عالم محبت می‌کردن. این یه انگیزه برای من میداد که بیشتر کار بکنم، بیشتر باید باشم. و این یک خاطره بسیار خوشم از فضای کاری مطبوعاتی در تلویزیون، یعنی در زمان دوره طلایی رادیو تلویزیون بود. بعد از او باز تحولاتی که آمد و مشکلات آغاز شد و مجاهدین پیروز شدن و یک قدم و یک تجربه تازه دیگه بود بر رادیو تلویزیون ملی که اونا هم کارهایی را داشتن و برنامه هایی داشتن قابل تقدیر بود که نمیشه از او در هر دوره کارهای مثبتی هم بوده، منفی هم بوده، قابل تقدیر بوده کارهای مثبتشان. اما متاسفانه بازم دست بیگانگان در این کشور باز دخیل شد و جنگ های تنظیمی آغاز شد. باز خاطراتی که از او دوره دارم، شما باور کنید که جنگ آغاز شده بود و راکت پراگنی مرمی در هر گوشه و کنار رادیو تلویزیون ملی اصابت میکرد، اما ما از زیرزمینی های رادیو تلویزیون میرفتیم، برنامه میساختیم، پشت ما قرار میگرفتیم، بازم صدای مردم بودیم، صدای خود بلند میکردیم که مردم روحیه داشته باشه که ما زنده هستیم، هنوزم زندگی ادامه داره، ما در جاده ها قدم میگذاریم. و به خاطر دارم که وقتی که به دروازه تلویزیون ملی داخل شدم، یکی از روزها موتر، یک موتر جیپ بود، آمد من از خانه گرفتم، بسیار به سرعت زیاد هم میامد چون اخبار هشت شب باید میخواندم. زمانی که به دروازه داخل شدم که یک بار راکت پراگنی شروع شد، همزمان با راکت مرمی هم میامد. یکی از دو همکارای ما خداوند ارجی که هستن عمرشان دراز باشد زخمی شدن، یکی دو همکاری که از دختر خانم بودن شهید شدن در اون حادثه و ما به شکل پروت رفتیم، شکل نظامی از دروازه تا استودیو به شکل پروت میرفتیم، میرفتیم دویده دویده باز چند قدم میشستیم به زیر یک درخت میگرفتیم یا خودم منداختیم در یک چقوری، باز میدیدیم که کمک آرام صدا میکنن، برای باز دویده میرفت تا که به دفتر برسیم. خاطراتی است که کار را ما به خاطر که عشق داشتیم، عشق میورزیدیم برای کار مطبوعاتی خود، برای کار رادیو تلویزیون. این خاطرات او زمانه خاطرات فراموش ناشدنی است که خداوند مغفرت کنه که قهاراسی دست بلندی داشتن در او زمان با ما هم کار بودن. پرتو نادری مدیر بخش کار دفتر نطاقا بودن که یکی از نویسنده های بسیار چیره دست کشور هستند. لطیف پترام از نویسنده هایی بودن که در او زمان خیلی اثرگذار بودن و معاون رادیو تلویزیون ملی محمد علمی زدیار کال معاون مجلس سنا هستند، اینا بودن. آریان فرسای بودن، خود نویسنده های بسیار خوب بودن در او زمان. باز حنیفه جان واحد مختار یکی از دوستای بسیار نزدیکم بود، خداوند بخیر داشته باشن، یادشان بخیر، در رودریش بودن، اونا هم به دیده ای دوره با شما امراه بودن، این تجربه را اونا هم میکردن که بسیار صمیمی هم بودیم، دوست بودیم. باز دوری درق طالبان را که بر شما قصه کردم، برای چون تقترین دوره بود، در اول او را بر شما قصه کردم که او گذشت. باز بعد از او چیز شد، تغییر یا که آمد و سقوط حکومت طالبان بود و یک دور جدیدی آغاز شد. در این دور جدید که رئیس دولت موقت آقای کرزایی مجدی بودن، باز بعد از استاد ربانی و باز آقای کرزایی، یه دوره خوبه بود، دوره بازم میرم و میگم دوره طلایی بود برای ما. برای آغاز کار تشویق و ترغیب برای خانم‌ها فوق‌العاده آغاز شد، زمینی کار باز شد، دقیقاً برای خانم‌ها امکانات زیاد فراهم شد، جهان متوجه افغانستان شد. دقیقاً چون ما را فراموش کرده بودن، تمام جهان ما را به تنهایی در جنگ ها گذاشتن، آنچه که جفاهایی که برای مردم افغانستان بود صورت گرفت، جهان تماشا کرد. زمانی که وقتی که ایالات متحده آمریکا از
توریست ها خودشان که متظاهر شدند باز متوجه افغانستان شدند. اون زمان بود که کشورها باز تعهد داشتند با مردم افغانستان کمک های خود آغاز کردند و تا این دم ادامه داره که ما پارلمان پیدا کردیم، قانون اساسی داشتیم و انتخاب به طرف انتخابات رفتیم. خوب انتخابات خوب یا انتخابات یا موفق یا ناموفق به هر حالش یک تحول بوده، در حال جنگ هستیم هنوز و گپو به پیش رفتیم، اما دستاوردهای بسیار بزرگی رو داشتیم داریم تاله که او حق آزادی زنا است که امروز ما و شما میشنیم صحبت میکنیم، حتی میتونیم در ریاست جمهوری خود کاندید بکنیم و اعضای پارلمان ما تعداد زیادی از خانم‌ها را داریم، در کرسی های وزارت داریم، معینیت داریم، ریاست های عمومی داریم، در بخش های مختلف سفارتخانه ها در ولایت حتی ولایت ما خانم‌ها را داریم، امروز در عرصه نظامی خانم‌ها را داریم، فعالیت های چشمگیری دارن و آزادی بیان یک از دستاوردهای بسیار بزرگ است برای دولت افغانستان است که ما تا امروز اینا داریم تجربه میکنیم. اما بازم دوچار ناملایمات شدیم، دوچار مشکلات بد امنی در افغانستان شدیم که امروز متضرر هستیم، امروز همیم از این مسئله رنج میبریم و کوشش همه امنی از دست به دست هم دادیم که تا بتانیم اگر صلح بر افغانستان بیا آغاز مذاکرات شده و روند صلح آغاز شده، اما در اینجا تشویش نگرانی هایی داریم همه ما، بخصوص ما زنا. دقیقاً زنا اگر مثلا با تحول که خلاف پیشرفت و امکانات و زندگی برای زنا باشه به این توافقی برسن، تمام دستاوردهایی که با عالم از فداکاری ها و از دست دادن ها امروزه ما داریم به یک بارگی باز دوباره از دست خود دادیم. همه با این هراسان هستیم، کاملا در این هراسان هستیم و نمیخوایم کی را از دست بدیم. مطمئن. ما نمیخوایم که ما میخوایم یک صلح واقعی و معنادار داشته باشیم. تمام انسان ها با تمام ابعاد کاری و جنسیتی خود باید یکسان در او سهیم باشند، در او حکومت. به این خاطر است که توقع ما از جهانیانی است، به خصوص کسایی که حامی مردم افغانستان هستند، لطفاً در این زمینه با ما همکار باشند، نگذارند دیگه دستخوش چون این ویرانی ها باشیم و واقعاً برای مبارزه علیه تروریسم با ما همکاری بکنند. در غیر از او نه تنها مردم افغانستان و افغانستان متضرر است که این باعث میشه که حتی میشه که جهان پخش بشه، بله پخش بکنه و متضرر بسازه. دقیقاً صحبت های بسیار جالب و همه جانبی در عرصه های مختلف کاریتان که در برگیرنده کارهای مطبوعاتی تان و همچنان در برگیرنده کارهای سیاسی تان بود پیام از شما شنیدیم و تا این لحظه خالی از مؤثریت برای هر یک شنونده چیما و چی کسانی که از صفحاتشان تماشا میکنن نبوده. با تمام اینمی راههایی را که شما پیمودین و امروز تا اینجا رسیدین، اگر یک استیلای ما شما داریم که میگن خود شناختن خدا شناختن است، یقینا شما به عنوان لیلومای احمدی کار مطبوعات کردین، کار سیاسی کردین، یک دختر خانم افغان بودین، با تمام مشکلات محیطی و اجتماعی و بین مردم شما تجربه کردین، دستاورد داشتین، همچنان از دست دادن های هم بوده که داشتین، تمام زمیر ارزیابی بکنین، خودتان داور شوین و تماشاگر باشین برای کارهایی که لیلومای احمدی در زندگی خود انجام داده. بین خودتان از ده نمره یک نمره بتین، خودتان حائز کدام یک نمره میبینین؟ فریبا جان بسیار مشکل است که بگیم که من چند نمره برای خود بتم، اما یقینا که با این گام هایی که برداشته شده، با این حرکت هایی که صورت گرفته، با این وضعیت هایی که ما شاهد بودیم، رنج شکشتیم، درد شدیدیم، درد از دست دادن خانواده را، درد از دست دادن دوست خود، رفیق خود، همکار خود، درد از دست دادن امنیت صلح کشور خود و آوردن بسیار دستاوردهای بزرگی را برای کشور خود که به او افتخار میکنیم، همه از اینا خیلی خیلی دشوار است که قصه شاله می کنیم، اما زمان بسیار سرش سپری شده رفته. وقتی که فکر می کنم که خیلی چیز شدیم، چی میگن
خود ناتوان احساس میکنم، فکر میکنم که تمام انرژی خود دمی راستا از دست دادیم، کار کردیم، مبارزه کردیم، نشه خدای ناخواسته که فردای این روز وضعیت به افغانستان حاکم شوه، بازم بالای ما تحمیل شوه که دیگه من توانایی از اون نداشته باشم، شاید دیگه زندگیم تمام شوه و شاید مرگ باز شاید باشم. دیگه به اون اساس امیدوار هستیم همچون چیز نباشه و با این تحمل که کردیم فکر میکنم که ده بطن برخواد ماشاءالله. با مستحق بالاترین نمره ها هستین، حتما شما با من موافق هستین که هر زن افغان قهرمان است، هر زن افغان ما بر تمام قابل ستایش است. من برادر میدم چون زن افغان تجربه تلخ با آغوش کشیدن فرزند زخمی شده داشته، بوسیدن جسد سرد همسرش داشته، از دست دادن های عزیزان خود داشته، در پهلوی ازی با عالم از مبارزه ها امروزه تانستن که با فقر، با بد امنیتی، با بی امنیتی، با تمام امکانات ضعیف دست و پنجه نرم کنن. زنی که با سواد است به نوع خودش مشکلات شکشیده، زنی که بی سواد است یا کم سواد است یا در خانه است یا مادر است به نوع از اشکال مشکلات خودش را شانه کشیدن و اینا، هر یک از اینا به نظر ما و به نظر مردمی که عمیقا درک میکنه هر یکشان قهرمان پنداشته میشن و قهرمان هستن. فلهذا ما خود من حیث یک زن با تمام درک بلندی که از احساسات زنانی خود دارم و تمام مشکلاتی که کشیدیم، شما را بالاتر از 10 نمره میتونم و تایید میکنم نمره را که شما برای خودتون تعیین کردین، واقعا سزاوارش هستین. موفقیت براتون بیشتر آرزو میکنم. بسیار سپاسگزار هستم وقت گذاشتین و به برنامه آمدین. نشستنتون اینجا پیش ما خاطرات بسیار خوش دوران همکاری را تداعی کرد. دوستش داشتم این مصاحبه را و سپاسگزاری میکنم و باز هم آرزو میکنم که هر آنچه تا امروز براش نرسیدین به او آرزوهایتانم برسین و هیچگاه به او ناراحتیه که بیشتر احساس کردین که شما دستاوردهایی را که داشتین از دست ندین و همچون یک شرایط نیایه که انشالله براتان نیایه. تشکر میکنم از شما فیبا جان، ممنون و سپاسگزار هستم از شما، از دوستای عزیز ما، از عزیزانی که امیل ازه ما و شما را میبینن و میشنوند و آرزوی عزیز دارم که همه هموطنهای عزیز ما، همه انسان ها در جهان از خوشبختی کامل برخوردار باشند. بسیار تشکر، من هم امی آرزو را دارم و مطمئن هستم که خداوند صدای ما را میشنوند و چون این خواست و تمنای شما در عین اذان محمدی سرخورده که امیدوار هستم که خداوند صدای مردم افغانستان، صدای دردشان بشنوه و روزگار خوب نصیبشان بکنه. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، ای بود داشته های ای برنامه که تماشا کردین. آرزو میکنم که طرف توجهتان قرار گرفته باشه و مطمئن هم هستم که از این صحبت ها شما بهره و لذت بردین. تا برنامه بعد، هر کدومتانه به الله یکتا و بی امتام سپارم. خداوندیار و مددگارتان.